درود بر شما من سام ایرانشهر هستم خب لازم به گفتن نیستش که الان ایران در آتش خشم ملت داره میسوزه و مردم هر روز عصبانی تر و هر روز قاطع تر میشن برای نابود کردن جمهوری اسلامی روز گذشته در بسیاری از شهرها از جمله اردبیل که شاهد یکی از فجیع ترین جنایات این رژیم بوده بودیم و مردم اردبیل که بارها در طی این یک ماه گذشته رژیم رو فراری دادن یعنی حمله کردن نیروهای سرکوب رو فراری دادن دوباره به خیابون اومدن و شروع کردن به اعتراضات و دفاع از خودشون و در نقاط مختلفی ماموران رو فراری دادن این عصبانیت به جای مردم اردبیل که باید تمام کشور از این عصبانی باشن به خاطر قتل بیرحمانه یکی از دختر بچه های یک مدرسه است و رژیم دوباره با تبلیغات و با اعترافات اجباری اموش تلاش کرده که این رو پاک بکنه در صورتی که همکلاسی‌هاش الان یکیشون تو کماس چند نفرشون غیب شدن خانواده‌هاشون میگن آقا ماموران امنیتی اینا رو برده معلوم کجا هستن تمام اینا کار رژیمه و هیچکس در ایران این سفسطه ها رو باور نمیکنه و قطعا رژیم مسئول این جنایاته اما فقط این نیست معلوم نیست شب گذشته در اوین چند تا جنایت رخ داده و الان من به شما میگم که ما باید بیش از هر زمان دیگه به گوش باشیم و مواظب باشیم چون دستیسه های بزرگ وارد شده و در عمل میکنه و گروهی که یه سرشون به خارج از کشور وصله دارن با بخشی از جمهوری خان اصلاح طلب در ایران شروع میکنن به یغما بردن دسترنج مردم حتما با من تا انتهای این برنامه همراه باشید ببینید شب گذشته یه دفعه گزارش شدید که زندان اوین آتش گرفته و آتش سوزی بزرگی به چشم میاد بعد صدای تیر شنیده شد تیراندازی های مکرر از داخل زندان اوین همونطور که میدونید بخش بزرگی از نخبگان کشور در زندان اوین دستگیرن از طرف دیگه تمام نیروی سرکوب رژیم در تهران حرکت کردن به سمت اوین و شروع کردن به سرکوب مردمی که حوالی اوین در حال تجمع بودن در عین حال اتوبان ها رو بستن تمام راه ها رو به اوین بستن تصاویری که منتشر میشه از یک دسیسه بیشرمانه و جنایتی بزرگ داره پرده بر و در این حال دست بسیاری از اینایی که من گفتم دنبال دسیسه هستن و یه دمشون به خارج وصله و به طور مشخص به عربستان مربوطه داره رو میشه. طبق گزارش بچه های داخل ایران مثلا اکانت 1500 پلاس که فوق العاده بچه های سخت کوش انقلابیون با غیرت و با شرف و میهن پرستی هستن گزارش های متعددی دادن از اینکه چندین ساعت قبل از اینکه چنین اتفاقی رخ بده و آتش اصلا اعلام بشه اکانت های مشکوکی در توییتر شروع کردن به توییت زدن که صدای تیراندازی از زندان اوین میاد در ساعت که هیچ گزارشی نبوده چند ساعت بعد از اون تازه اینا شروع شده آتش سوزی و یه مقدار بعدش تیراندازی. الان حتی ویدیوهایی اکانت 1500 پلاس منتشر کرده که از اون از دور از زندان اوین فیلم برداری شده و یک نفر رو نشون میده که داره آتش رو روشن میکنه تو زندان یعنی کی کار خود رژیم بوده خب چرا باید رژیم کارو بکنه ببینید یکی از کارهایی که رژیم از ابتدای تاریخش انجام داده حذف فله و دست جمعی نخبگانه بارها این کارو کرده و خیلی هم ازش بغلش گذاشتن خیلی مسخره کردن مثل بی بی سی مسخره میکرد این خانم همین ای خانم قاضی زاده ای این کارو الان دارن انجام میدن همه رو جمع کردن دستگیر کردن یه گوشه شروع کردن را میمندن به رگبار نخبگان عزیز شیرمردانی مثل حسین رونقی در عین حال تعداد زیادی نخبه و در این حال تعداد زیاد مخالف خود رژیم از داخل خود رژیم اما این دسیسه کاملا هماهنگ شده بوده الان مشخص شده و لو رفته که مهدی آشمی رفسنجانی روز گذشته تو مرخصی بوده و بهش اطلاع دادن که امروز یعنی از قبل بهش گفتن امروز به زندان برنگرد به وضوح نشون میده این کار که اتفاقی که افتاد در زندان اوین کار کسیه یک دسیسه است و این دسیسه شاید نه از طرف خود رژیم بلکه از طرف بخشی از رژیم داره انجام میشه بخشی که نگاه های مثبتی به هاشمی رفسنجانی داره چند روز الان ما داریم به شما هشدار میدیم که دارن تلاش میکنن انقلاب جوانان رو به یقما ببرن الان توییت ها و شواهد اینو ثابت کرده و الان دیگه ما باید وارد بشیم دیگه دست به کار بشیم ما طرحمون رو اعلام کردیم برای اینکه بتونیم لاقل از طریق اطلاعاتی و حمایتی جلو اینها رو بگیریم و اسمش گوشیم فاز اول ایران شهر و نیاز داریم که شما کمک بکنیم اما در ادامه من برای شما توضیح میدم که چطور میخوان این کار رو انجام بدن و این به کجاها وصله ببینید این دقیقا پروژه‌ایه که ما به شما هشدار دادیم من به شما گفتم که اگر این مافیاهای متعددی که سپاهیا و اینا ساختن در کشور یعنی همه چی مافیاست دیگه ماشین مافیاست خدمات مخابراتی مافیاست صنایع نفتی مافیاست مواد غذایی مافیاست هر چیزی که شما فکر بکنید مافیایی همه این مافیاها هم نیاز دارن بعد از رفتن رژیم باشن و تنها راه موندن اینا چیه اینکه حکومت بعدی حکومتی باشه که ظاهرا دموکراتیکه اما دقیقا مافیایی باشه بنابراین اینا هیچ راه دیگه به جز این ندارن و مشخصه که دست رو دستم نخواهن گذاشت الان مشخصه این مافیا ارتباط مستقیم داره با هاشمی رفسنجانی و الان لو رفت شب گذشته در این حال دست بسیاری رسانه های عربی که اعراب دارن خرچه میدن باز شد مچشون باز شد مشخص ترینشون ایران اینترنشناله که الان کاملا پوشش رسانه ایران رو در اختیار گرفته میلیون ها دلار عرب دارن در ماه خرج میکنن اونجا یه نفر از خودش نمیپرسه برای چی یه سری اومدن از ما ایراد گرفتن از من ایراد گرفتن تو چرا تفرقه میندازی آقا من در برنامه قبلی به شما ثابت کردم که دستاندارکاران ایران اینترنشنال همشون اصلاح طلبن و ثابت کردم صاحب ایران اینترنشنال سعودیه این کجاش تفرقه است اگر من میگم باید رسانه جوانان ایران رسانه که میخواد بهشون خدمت بکنه کار بکنه یا حتی شبکه سیاسی و بنگاه سیاسی که هم سیاست تولید بکنه هم بهشون کمک مالی برسونه این باید کاملا ایرانی و ملی باشه این تفرقه است کجاش تفرقه است الان دارین چه رو باز میکنین چیکار دارن میکنن با ایران میخوان همه چیزو بالا بکشن میخوان دست رنج جوانان بالا بکشن الان یکی دو سال عربستان سرمایه و بزرگی کرده الان ایندیپندنت فارسی چند ساله هر هفته یا فائزه یا احمدی نژاد یا یکی مثل اینا رو میاره آیا نمیدونید ایندیپندنت فارسی با سرمایه گذاری کامل عرب ها شروع به کار کرد همه جا منتشر شد همه میدونن این رو در عین حال اون یکی کارشناساشون کیان افرادی که نه تنها وابستگی های فاحش با سعودی ها دارن و ام بی سی پرشیا اینا رو راه انداختن که ام بی سی ماره عرب هاست. در عین حال الان گروهی ساختن به نام شورای مدیریت گذار که حیات خلوت این شورای مدیریت گذار ایران اینترنشناله چشمتون رو باز بکنید یه جوری پازل به هم وصله که اگر چشمتون رو باز بکنید میبینید به راحتی الان شب گذشته شما کار ایران اینترنشنال رو دیدید که به طور رگباری ورم داره جمهوری خواها انواع اقسام اصلاح طلبها یا افرادی که سابق عضو گروه های فشار و گروه های سرکوب و سپاه بودن و یک مشت از بزرگترین پهلوی ستیز ها و پادشاهی ستیزان در ایران هستند رو به عنوان مهمان ثابت میاره کیه که روابط عربستان سعودی با خانواده حاشمی رفسنجانی رو ندونه آیا نمیدونید که خانواده رفسنجانی بهترین روابط و نزدیکترین روابط رو با عربستان سعودی در بین تمه آدمای رژیم داشتن چرا چشمتون رو باز نمی کنید؟ الان وقت نیست که خودمون بزنیم به خواب ریلکس باشیم و بذاریم اینها هر کار دلشون میخواد بکنن بپیوندین به ما به فاز یک بپیوندید و اجازه ندید دست رنج جوانان کشور اینطور به راحتی به یغما بره ببینید در طبیعت یک جانوری است به نام چیتا این چیتا یا یوز پلنگ خودمون در آفریقا زندگی میکنه سریعترین جانور خشکیزی جهانه فوق سرعت شگفت انگیزه. و میتونه یک آهوی تیزپا رو شکار بکنه. در همین محیط آفریقا جونور دیگه هست به نام کفتار. چیکار میکنه کفتار همونجا؟ سب میکنه که چیتا شکار خوش رو انجام بده و بعد گله حمله میکنن و چیتا رو فرار میدن. چرا؟ چون چیتا با اینکه تیز و گربه است، گربه بزرگیه از پس ده تا کفتار بر نمیاد. و نهایتا کفتار رو میریزن شکار او رو میخورن. و چیتا با اینکه خسته و کوفته و درمانده است و گروس نه است غذا که باید برای بچه‌هاش می‌برده یا خودش می‌خورده میذاره میره دقیقا کاریه که اینا دارن میکنن با انقلاب جوانان ایران گول نخورید تنها کسی که میشه به اون اعتماد کرد شاهزاده رضا تنها کسی که رو ارزش هایی که الان جوانات تو خیابون داد میزنن تکیه کرد ساخت و جلو رفت و ایستاد سرش شاهزاده رضا پهلویه شاهزاده پهلوی امروز دیروز نمیگفته که باید دموکراسی بشه 20 سال پیش گفت بعد دموکراسی بشه خیلی کسا ازش رنجیدن اما ایستاد پای حرفش یه هفته در روز پیش تو مصاحبهش در آخرین مصاحبهش در با صدای آمریکا گفت من تمام امیدم به جوانان ایرانه و همه امید ما هم در ایران شهر به جوانان ایرانه اما اگر اونها رو تنها بذاریم اگر بذاریم ایران اینترنشنال ها ایندیپندنت فارسی ها و رفسنجانی ها و احمدی نجادی ها و شورای مدیریت گذار هر غلطی درشون میخواد بکنن اینو بدونید ما خیانت کردیم به ایران کسی در توییتر نوشته بود برای ما شما بیا بگو چرا شاهزاده تیم نداره پوشش خبری نداره چرا محتوای پیجش محکم به اندازه کافی نیست چرا لباس ارتش رو که دارن نمی پوشن که باعث دلگرمی مبارزه کف خیابون نشه من پادشاه خواه هستم فقط میخوام بدونم چرا ما تیم قوی نداریم اینا این انقلاب رو صاحب میشن و ایران برای همیشه نابود میشه آقا ایشون درست میگه من هیچی ندم در مقابل صحبت ایشون ایشون درست میگه در مقابل پوشش پادشاه توضیحات وجود داره که خود ایشون بدن اما اینو بدونید واقعا ما داریم کوتاه میایم واقعا ما داریم میذاریم دسترنج جوونا رو به یغما ببرن برای همینه که از چند روز پیش ما یک طرح جامعی را ارائه دادیم ما میتونیم تاثیر بذاریم ما میتونیم ذهن رو عوض بکنیم کمک بکنیم هم به لحاظ فکری هم مستقیم به لحاظ مالی به جوانان به همین گروه ها به این بچههایی که داخل ایران همونطور که شاهزاده تاکید کرد من امیدم به ایناست اینا باید تامین بشن باید بهشون کمک برسه نه باید گذاشت گول بخورن ما فاز یک ایران شهر رو اعلام کردیم نیاز به کمک مستقیم مالی شما داریم این فاز اول کاری خواهد کرد اول اینکه برخی از نگرانی های همین هموطن در مورد اینکه پوشش خبری نیست سیاسی نیست دقیقا درست میگه آقا باید باشه اما نیاز به تشکیلات داره نیاز به آدم داره نیاز به خیلی چیزا داره که اینو بیشترش با پول میشه حل کرد بیاید وارد بشید با ما همکاری بکنید در فاز اول ایران شهر روی کلمه سوپر ثانکس، اون آرم قلبی که عکس دلار واسش کلیک بکنید هر چقدر که میتونید 50 دلار 100 دلار 200 دلار کمک بکنید به این فاز الان ایران در خطر نیاز به کمک شما هست. حد اکثر کمک از این راه 50 دلاره ولی اگر بیشتر میتونید انجام بدید بیشتر انجام بدید. در این حال برای کسانی که نگرانی امنیتی دارن دوست دارن اسمشون نباشه و توانایی دسترسی به بیت کوین دارن میتونید برای ما به آدرسی که در پایین ویدیو ها هستش آدرس کیف پول بیت کوینی که برای ماست به این آدرس بیت کوین ارسال بکنید این بیت کوین ها عمدش عمدش مستقیم به ایران خواهد رفت برای همین گروه ها برای همین جوانان باید بیستن حقشون رو بگیرن وگرنه به شما من بگم در لبه پرتگاه ابدی ایران هستیم تنها راهی که مافیاها و سپاه یا اصلاح و دیگران بتونن دووم بیارن و وجود داشته باشن در یک ایران ناکارآمد که این زالوها همچنان خون ملت رو بمکن اینه که یک جمهوری باشه که فقط اسم اسلامی روش نباشه همین جمهوری که فقط اسمش جمهوریه اما اینها هستن رفسنجانی ها هستن احمدی ها هستن اصلاح ها هستن شورای مدیریت گذار هست و اینها هستن که خون جوانان 20 ساله رو از این بعد خواهند مکید راه حل فقط گذشتن از تمام این مفاهیم از تمام این آدماست این جوانانی که الان در خیابان هستن باید همه کاره کشور بشن من دو سال دارم میگم اینها باید گروه تشکیل بدن و تمام این دستگاه نیروی انتظامی و سرکوب و سپاه همه از بیخ باید بره و اینها باید جای اونها رو در ارگانها و سازمانهای کلاسیک مثل پلیس بگیرن یک شبه باید تضمین کننده که آرامش و امنیت کشور بشن و فقط و فقط با پشتیبانی این ممکنه همین الان وارد بشید با فازی که ما همکاری بکنید راه ما از این سمنیرت و در فازهای بعدی همکاری ها رو فوق العاده بیشتر خواهیم کرد عزیزان کمک بکنید به نجات ایران این جوانان را اگر ما تنها بذاریم کار ایران تمام هست بدون شک با قدرت تمام به راه ادامه میدیم هر طوری که هست از اونها حمایت خواهیم کرد حمایت خبری، سیاسی، مستقیم مالی و گزارش هاش رو من برای شما شخصا اعلام خواهم کرد با قدرت تمام ادامه میدیم در راه ایده سیاسی که صد درصد میهن پرسته صد درصد منطبق با خواسته های جوانان ایرانه و کاملا با خواسته های شاهزاده رضا پهلوی هم منطبقه از پا نخواهیم نشست تا پیروزی به امید همکاری شما